شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح رئیس شورای عالی علما و روحانیون حوزه غرب کشور دیروز در سخنانی ابراز داشتند که باید مردم افغانستان، دولت این کشور و تمامی گروه‌های دخیل در پروسه صلح با هم مشترکاً روی تحقق این آرمان چندین ساله تلاش نمایند. رئیس شورای عالی علما و روحانیون حوزه غرب کشور در سخنرانی دیروزشان که در وقت قرائت خطبه از منبر بزرگترین عبادتگاه مردم مسلمان هرات ایراد میشد، ابراز داشتند که صلح حق افغان ها هست و باید برای تحقق آن همه دست به دست هم دهند. جزئیات بیشتر در گزارش. سالهای متمادی جنگ و ناآرامی در افغانستان صدمات و خسارات جبران ناپذیری را به کشور و مردمانش وارد ساخته است. عدم وجود صلح و بروز اختلافات در میان اقوام افغان و احاد جامعه اسلامی افغانستان از سویی و حملات تروریستی گروه های دهشت افغان در این کشور از سویی دیگر امنیت و صلح را به مخاطر انداخته است. بیگمان در این تراژدی غمبار مردم قربانی اصلی ناامنی ها هستند، چه آنانی که در کشور ماندند و متحمل سخت‌ترین رنج ها شدند و چه آنانی که به کشورهای همجوار پناهنده شدند و رنج آوارگی را به جان خریدند. همگی از صدمات عدم امنیت در کشور لطمه دیدند. از آنجا که صلح از اصول دین اسلام است و پایبندی به آن از وظایف شرعی هر مسلمانی است، شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح رئیس شورای عالی علما و روحانیون زون غرب کشور دیروز در جمعه مبارک در وقت قرائت خطبه از منبر بزرگترین عبادتگاه مردم مسلمان هرات از تمام مردم، مقامات بلندپایه دولتی و گروه‌های مخالف دولت خواستند تا برای آرمان 40 ساله مردم افغانستان که صلح است اختلافات را کنار بگذارند و برای تحقق این آرمان تلاش نمایند. امروز تمام مردم تشنه صلح هم. همه مسلمان ها، چه مسلمان های افغانستان هم و چه مسلمان های دیگر مملکت های، زن و مرد، پیر جوان افغانستان امروز تشنه صلح هم. ما بارها گفتم در محافل بسیار بزرگ و پیش همین سیاسیون قضایی ما و پیش داخلی و خارجی ما گفتیم که ما صلح می خواهیم، ما دین داریم، ایمان داریم، مسلمانیم، صلح بر ما فرض است. مثل که نماز بر ما فرض است، صلح حمد الفرض است. شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح رئیس شورای عالی علما و روحانیون زون غرب کشور همچنان در سخنرانی دیروزشان عنوان نمودند که باید سیاسیون افغان برای تحقق آرمان مردم قدرت طلبی و منفعت‌های شخصی را کنار بگذارند و برای دست یافتن به صلح با عزت و آرامش برای مردم این کشور تلاش ورزند. مولانا صالح از تمام طرف‌های دخیل در پروسه صلح افغانستان خواستند تا امید مردم را نادیده نگرفته و برای رساندن این کشور به امنیت و ثبات تلاش ورزند. خداوند همه ما را هدایت کنه، خصوصا سیاسیون قضایی ما، بزرگان ما که باسته قدرت ملت را به تباهی ندهند، بشینن با یک دیگر صلح را پیش کنن. صلح از هر چیزی مقدم تره، بر ما فرض تره. از پدیده‌های بسیار وحشتناک که به آن باید اشاره کرد و این پدیده همه روزه مردم این سرزمین را به کام مرگ می‌کشاند، حملات هوایی نیروهای خارجی است که به بهانه دشمن‌کشی صدها انسان بیگناه و مسلمان را از بین می‌برد. کشته شدن هزاران نفر از شهروندان غیر نظامی افغانستان در عملیات نظامی و حملات جنگنده‌های خارجی خشم و انزجار مردم را برانگیخته است. مردم متدین افغانستان همصدا با علمای ربانی این سرزمین دیروز خواهان پایان یافتن این وحشتگری و مسلمان‌کشی در افغانستان شدند. در این میان شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح رئیس شورای عالی علما و روحانیون زون غرب کشور در حال روی این موضوعات صحبت کردند که دیروز 136 تن از علمای دین از کابل و ولایات بعد از 2 روز جلسات و رایزنی میان هم در نشستی با رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری توصیه ها و مشورت های خود درباره صلح را به رئیس جمهور ارائه داشتند. این علمای دینی از رئیس جمهور خواستند تا برای تحقق صلح که آرمان چندین ساله مردم است تلاش کنند.